شما همراهان همیشگی برنامه خیابان زندگی. امشب هم طبق روال هر پنجشنبه شب یک ساعت پیش رو با گفتگوها و گزارش‌های متنوع و متفاوت در خدمت شما خواهم بود. بریم سراغ برنامه امشب. تنفیذ و تحریف برای رئیس جمهور جدید و لیست کابینه‌ای بدون حضور زنان. جوانی نکرده پیر می‌شوند. معضل ازدواج زود هنگام کودکان در جهان. نگرانی زنان افغان. آیا خروج نیروهای ائتلاف به معنای بازگرداندن آنان به دوران طالبان است؟ مسافران و مقصدهای پرخطر در ایام تعطیلات. مواظب باشید. و آشنایی با خانه ماریان، مکانی که هم درد است و هم درمان. مراسم تنفیذ و سوگند حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران انجام شد. یکی از بخش‌های مهم مراسم تحلیف ارائه لیست کابینه انتخابی و احتمالی روحانی به مجلس بود که بدون حتی حضور یک زن در یکی از پست‌های وزارت دولت جدید ارائه شد. صحبت‌های بسیاری آقای روحانی داشتن. اینجا می‌شنویم بخشی رو آقای روحانی به طور مستقیم در مورد زنان به نکاتی اشاره کردند رو. از آغاز انقلاب اسلامی زنان فهیم این سرزمین بر مبنای اندیشه‌های والای حضرت امام دوشادوش مردان در جهت توسعه و اعتلاء کشور حضوری همه جانبه داشتند. آنان همواره کوشیدند به عنوان نیمی از جامعه بزرگ ما در خلق حماسه‌های جاودان نقش‌آفرین باشند. انتخابات 24 خرداد ماه نیز جلوه‌گاه دیگری از این شگفتی آفرینی‌ها بود. در پی گام‌های بلندی که نظام اسلامی برای تکریم منزلت زنان برداشته است، دولت تدبیر امید استیفای هرچه بیشتر حقوق زنان و ایجاد فرصت برابر در زمینه‌های اجتماعی را از اهم وظایف خود می‌داند و فراهم آوردن زمینه‌های اجتماعی و حقوقی لازم برای نقش‌آفرینی بیشتر آنان در عرصه‌های مختلف را در دستور کار خود قرار می‌دهد. یکی از اهداف کلیدی دولت مبارزه با فساد و تبعیض خواهد بود. بله، در چند هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی آقای روحانی، پیشبینی‌های بسیاری شده بود نسبت به لیست کابینه او و یکی از پیشبینی‌ها انتخاب یک وزیر زن بود برای حالا وزارتخونه‌هایی مثل بهداشت، درمان، آموزش عالی یا آموزش و پرورش. اما زن‌ها حتی سهمی در این وزارتخانه‌ها هم نداشتند. این که از خانم‌ها در بخش‌های مختلف کارشناسی و مدیریتی استفاده بشه، باز هم بر این قولم وفادار هستم. این که حتی در هیئت دولت افرادی از خانم‌ها خواهند بود و از نظرات اونها استفاده خواهد شد، این هم این چنین خواهد شد و ما از وجود چند خانم استفاده خواهیم کرد. به هر حال تنها وزیران نیستن، معاونین هم هستن که حق دارن در هیئت دولت شرکت کنن، از نظرات اونها استفاده بشه، این کار خواهد شد. اما حتی اگر یک وزیر خانم باشه، اصلا خانم ها نباید قانع باشن. این نیست که یک خانم اگر آمد تو هیئت وزیران به عنوان وزیر یعنی زنها به حقوقشون رسیدن. تمام عقب ماندگی ها باید جبران بشه در سطوح مختلف مدیریتی. من در اولین جلسات کابینه به همکاران خودم تأکید خواهم کرد که از خانم‌های صاحب تخصص، صاحب دانش، البته ممکنه فرصت نبوده در همه سطوح مدیریت خانم‌ها بیان بالا، باید این فرصت رو ایجاد بکنیم خانم‌ها در سطوح مختلف بتونن ارتقا پیدا کنن. انشاءالله شرایطی فراهم بشه که هم در مجلس شورای اسلامی هم در دولت خانم ها بتونن
فعالتر از گذشته باشن. مقصود این نیست که یک خانم در هیئت دولت، حالا من اسم نمایشی نمیبرم، بیاد به عنوانی که بگیم ببینید مردم یه خانمم هست و پس خانما به حقوقشون رسیدن. نه، عقب ماندگی های فراوانی وجود داره، باید همه اونها دنبال بشه و دولت اون رو تعقیب و دنبال خواهد کرد به حول و قوه الهی. درود میفرستم به خانم آزاده دواچی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان که در این بخش با ما هستن. خانم دواچی پیش از مراسم تحلیف چند روز پیش مقاله‌ای رو نوشتن با عنوان دغدغه‌های زنان در دولت جدید، کابینه احتمالی بدون وزیر زن. خانم دواچی درود بر شما مجددا. دیروز نام هیچ وزیر احتمالی در لیست کابینه انتخابی یا همون کابینه احتمالی آقای روحانی وجود نداشت. خانم، این عدم انتخاب چه معنایی دارد؟ فکر میکنید اگر اسمی هم بود، حالا اگر یک نفرم انتخاب نشه باز دوباره اسمی بخواد اضافه بشه، یا شورای نگهبان یا مجلس این کابینه رو، کابینه که بعد در واقع بگیم که احتمالاً یه زن درش حضور داشته باشه، رو تایید خواهد کرد؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون. راستش مسئله در واقع عدم توازن سیاسی قدرت هست که این مشکل از گذشته، از اول انقلاب وجود داشته و خب زنها خیلی مقاومت کردن، خیلی تلاش کردن که با این عدم توازن مقاومت کنن و در واقع با مشارکتشون در فرصت‌های سیاسی که داشتن و متاسفانه مدام پس زده شدن. و از طرف دیگه هم این جریان‌های تندروی که در واقع در طول این 8 سال فرصت این رو داشتن که رشد کنن و در طول این 8 سال با فشاری که به زنها آوردن، مثل اعضای شورای نگهبان و بسیار از حتی کسایی که به هر حال تریبیون‌های خیلی مهم دستشون بود و مدام به زنها فشار آوردن، فعالیت‌های مدنی زنها رو در واقع حذف کردن و در واقع قشرهای زیادی از زنها رو مجبور به خونه روندن کردن، اینها در واقع قدرت گرفتن و فکر میکنم چالش آقای روحانی در واقع با همین محافظه‌کاران هستش که باید، و فکر میکنم به خاطر وجود همین محافظه‌کاران هست که آقای روحانی نتونست در واقع یک وزیر زن معرفی کنه و حتی اگر معرفی هم میکرد قطعا به دلیل وجود این نیروهای تندرو مسلما رأی نمی آورد. همطور که آقای زیبا کلام هم در یکی از مصاحبه‌هاشون در واقع گفتن که اگر آقای روحانی در واقع فرصت آقای احمدی نژاد داشتن، مطمئناً چند وزیر زن رو معرفی می‌کردن و در واقع اون جایگاهی رو که در میان نمایندای اصولگرا داشتن. و این نشون میده که در واقع آقای روحانی به نوعی عقب نشینی کردن و یه تعاملی داشتن با گروه‌های افراطی که مطمئن بودن در واقع زنها رأی نمیان. و من فکر نمی‌کنم اگر کابین ایشون کس رو معرفی می‌کردن، رأی میتونست از رأی اعتماد از مجلس بگیره. برجد این مغایرت دارد به اون اصل برابری که ایشون ازش صحبت کردن، حتی در مراسم تحلیف که دیروز باشه، چون وقتی اعلام کردن از برابری صحبت کردن، بسیاری حد زدن که قاعدتاً باید این برابری به یه نحوی، حالا نه برابری ولی به هر جهت باید به یه نحوی در لیست نامزدها هم گنجونده شده باشه، که گنجونده شده نبود، نبودش در اون لیست. بله، در مورد همین لیست و گذشته اسامی نامزدهای کابینه آقای روحانی، خان دواچی، از نقطه نظرهای بسیار متفاوتی، جنبه‌های گوناگونی بررسی شده است از طرف حالا کارشناسان و اینا از دیروز که تا به حال اعلام شده است. اما آیا این وزرای احتمالی، ما حالا بیایم واقعیت رو در نظر بگیریم، اینها ایدئال زنها هستن یا حداقل یک کابینه هست که بشه بهش خوشبین بود؟ و آیا شانسی برای رسیدگی به مسائل زنها و فعالیت در این حوزه برای زنها هست با وجود یه همچین ترکیبی؟ من راستش رو بخواین یه تحقیقی که در مورد وزرای پیشنهادی آقای روحانی کردم، متاسفانه هیچ برای کارنامه درخشانی در حوزه زنان در هیچ کدوم از کارنامه وزرا ندیدم، در واقع افرادی که ارائه شدن. ولی اون چیزی که میشه خوشبین بود بهش، در واقع انتخاب این وزرا از میان جناح‌های سیاسی هست که یا متمایل به اصلاح طلب هستن و یا میان رو هستن. و همین خودش خیلی نکته مثبتی میتونه باشه، چرا که حداقل قوانین تبعیض‌آمیز رو به شدتی که در 8 سال گذشته علیه زنان تصویب میشد میتونن دست نگه دارن، فرصت‌های بهتری رو برای زنان ایجاد کنن. و در واقع فکر میکنم میشه خوشبین بود
حداقل به این فضای بازی که برای در واقع فعالیت‌های اجتماعی و مدنی زن‌ها فراهم بشه، حداقل اینها رو میشه خوشبین بود و به خصوص در حوزه آموزش عالی و آموزش و پرورش که فکر می‌کنم دو وزیر انتخابی تقریبا از وزاره آقای خاتمی بودن و یا متعامل به حساب طرف هستن، من فکر می‌کنم میشه خوشبین بود حداقل به پیشرفت توی حوزه‌های مدنی. من این سوال رو خیلی سریع از شما بپرسم در انتهای این مصاحبه که به نظر شما خانم دواچی عدم حضور زنها در محورهای تصمیم گیری چه دستاوردی داره؟ مگر چه اشکالی داره؟ آیا باید روی حضور زنها حتی حالا بیایم در همون کمیتش رو در تعدادش در نظر بگیریم؟ آیا باید تاکید کرد؟ من فکر میکنم باید تاکید کرد به خاطر اینکه هر چقدر حضور زنها کمتر باشه موازنه سیاسی قدرت میان مرد و زن بیشتر به هم میخوره و در نتیجه فرصت‌های شغلی چه در حوزه اجتماع و سیاست از زنها گرفته میشه و من فکر میکنم باید تاکید کنیم، باید حتی اگر این پروسه آروم باشه ما باید تلاشمون رو بکنیم که به هر حال تا جایی که میتونیم در مشارکت‌های سیاسی زن سهم داشته باشیم تا این توازن سیاسی قدرت رو ما به هم بزنیم و از حالت مردانه خارجش کنیم و بیشتر به سمت سوی ببریمش. بله، ممنون و سپاسگزار از شما خانم آزاده دواچی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان، برای شرکتتون در برنامه. خیلی ممنون.